فاجعه پشت فاجعه. کمی وجدان داشته باشید. کاش کمی انسانیت حالیتون بود. این بخشی از صحبت‌های داریوش فرزیایی یا همون عموپورنگ دنیای بچه هاست که طی اعتراض شدیدی که به موزیک ویدیوی جدید ساسی ابراز داشته، حرفای جنجالی رو هم مطرح کرده. در این ویدیو به این موضوع می‌پردازیم. قبل از ادامه، اگه به ویدیوهای ما علاقه‌مندید، از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. روز چهارشنبه 8 آذر ماه آهنگ جدید ساسی به نام برادران لیلا منتشر شد. نام ترانه از فیلم سینمایی توقیف شده برادران لیلا ساخته سعید روستایی الهام گرفته شده و به نوعی ادامه همون آهنگ نرو سمیه در اسفند ماه سال 99. آهنگی که برگرفته از تکه کلام فیلم سینمایی ابد و یک روز بود. ترانه تازه ساسان حیدری یافته معروف به ساسی طبق روال آهنگ‌های اخیر این خواننده با تبلیغات و آگهی پس از 2 سال اعلان حضور کرد. استفاده از نام یک فیلم مطرح و پرحاشیه و بازیگران فیلم مثل ترانه علی دوستی، متن و موسیقی عامه پسند و کارهای قبلی این خواننده دست به دست هم دادن تا تیزر ترانه روز جمعه 10 آذر ماه بالای 16 میلیون بار دیده بشه. این آمار مربوط به صفحه اینستاگرام خواننده است و شامل سایر شبکه‌ها و رادیو جوان نیست. اقبال و چنین جلب توجهی در گام نخست موفقیتی برای تهیه کننده و خواننده این ترانه به همراه داره، اما مخالفان سبک و سیاق این خواننده همچنان منتقد ترانه‌های اون هستند و سایت‌های خبری نزدیک به حکومت میگن مضمون این ترانه ترویج بی‌بندوباری و شکستن فضای فرهنگی و گسترش بی‌حجابیه. بخشی از انتقادها متوجه متن ترانه است. متن ترانه نسبت به کارهای قبلی ساسی به نوعی بی‌پرواتر شده و تکیه کلام‌های کوچه و بازاری رو به کار می‌بره که بالای سن 18 ساله و مناسب کودکان نیست و خواننده هم پیشاپیش در این باره هشدار داده. البته ویدیوهای منتشر در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که کودکان همچون گذشته ترانه رو میخونن و حتی والدین هم در کنار اونها با خوشحالی در تهیه فیلم و ویدیو مشارکت دارن و انگار برای شنیدن موسیقی هیچ محدودیت سنی قائل نیستن. اما به تازگی داریوش فرزیایی ملقب به عموپورنگ، مجری و برنامه‌ساز گروه سنی کودک و نوجوان، در واکنش به موزیک ویدیوی جدید ساسی در پست اینستاگرامش نوشته: فاجعه پشت فاجعه. کمی وجدان داشته باشید. بچه‌های معصوم چه گناهی کردند که باید تومه شما قرار بگیرن؟ کاش کمی انسانیت حالیتون بود. به اندازه کافی این روزا داغون و پریشون هستم، ولی با دیدن این کلیپ بیشتر دلم گرفت. نمیدونم چی تو سرتون میگذره، ولی لااقل به بچه‌های بیگناه و معصوم رحم کنید. به بهانه شادی چنین آثار بی‌محتوایی رو به خورد این فرشته‌های معصوم ندید. من خودم عاشق شادی و ترانه‌های شاد کودکانه هستم، ولی نه به این قیمت. کمی وجدان داشته باشید. ناسلامتی، شما خودتون تازگی‌ها پدر شدید. بیچاره بچه‌های ما که این وسط گیر افتادن و بیچاره کسایی که دغدغه کار کودک دارن. اما بعد از مدتی ساسی در جواب داریوش فرزیایی گفت: دقیقاً اینجا مشکل از خود تو داداش. از وقتی من بچه بودم صدا و سیما دستته. نتونستی جوری تربیتشون کنی با برنامه هات که از این آهنگ ها گوش ندن؟ پس سود تو چیه؟ پس چی کار میکنی تو اون خراب شده؟ بابا بس کنید. اول که من گفتم کار مثبت 18 هستش. دوم، باز من اومدم؟ چقدر نامردین شما؟ 2 سال من آهنگ نخوندم. یه بار فکر نکردین مشکل از خودتونه؟ نه پس، همه تو کلاب مست و پاره اردک تک تک بذاریم. برو بابا ببین من هستم. هر سال 1 بار. تو هستی هر روز 1 بار. لعنتی بازی و به من که نباید ببازی. آقا من دیگه چجوری بگم؟ آهنگ من مال بچه ها نیست.
بچه شما گوش میده؟ مشکل تربیت توه عمو جون. یه بودجه بگیر از صدا و سیما، بده من خودم یه آهنگ بسازم بترکونی شبکه یک رو. مثلا تک تک اردک، اردک با شورتک. اینو بچه ها بیشتر دوست دارن لامصب، از تو بعید بود. من اگه اندازه تو با بچه ها سر و کار داشتم، الان ارتش داشتم. میگفتم بشینید، کل بچه های دنیا میشستن. تو برشت کره رو هم نمیبره. در بین ترانه هایی که منتشر میشه، گاهی ترانه های اجتماعی و اعتراضی با اقبال بیشتری روبرو میشن و بیشتر در خاطره ها میمونن. اما ترانه های از جنس کارهای ساسی مانکن گاه به گاه و به طور معمول سال یک بار منتشر میشه و واکنش هایی به دنبال داره و موجی در این عرصه به وجود میاره که باعث میشه سایر اقشار مردم هم حتی برای یک بار هم شده اون رو بشنون. در سالهای اخیر اکثر ترانه های ساسی با مخاطبان میلیونی روبرو بوده و به سرعت فضای شبکه های اجتماعی رو دربر گرفته. ترانه های اون فارغ از کم و کیفشون پرشنونده بوده و موجی از فیلم و ویدیو از اجراهای مختلف علاقه‌مندانش رو به دنبال داشته. این ترانه ها در رسانه ها و حتی تلویزیون دولتی ایران هم زمینه ساز بحث و گفتگو شدن. دو ترانه قبلی ساسی، سمیه نرو و مامان منو ببخش، از پربحث‌ترین و پرحاشیه‌ترین ترانه های سالهای اخیر بودند. اقبال به ترانه های یک خواننده اونور آبی در حالی صورت میگیره که اکثر خواننده های داخلی با وجود محدودیت ها معمولا در حال برگزاری کنسرت های مختلف و انتشار آلبوم هستند و بلیط های بعضی از کنسرت ها چند ساعته به فروش میرسه و گاهی به قیمت‌های کلان و میلیونی در بازار سیاه دست به دست میشه. روند و فعالیت خوانندگان موسیقی پاپ در داخل نشون داده که اونها تونستن توجه و نگاه بخش زیادی از علاقه‌مندان به موسیقی رو از خارج به داخل معطوف کنند و تولیدات داخلی بخش مهمی از نیاز موسیقی نسل جوان رو تأمین کرده. احتمالاً اگه محدودیت‌های تولید و انتشار آهنگ در ایران به خصوص برای زنها نبود و قشر زنها از موسیقی کنار گذاشته نمی‌شدن، شاهد تحولات و اتفاق‌های دیگه‌ای در عرصه موسیقی بودیم. سرود سلام فرمانده در نوروز سال 1401 با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شد و تبلیغات گسترده‌ای برای اجرای اون در شهرهای مختلف ایران شد و رسانه‌های نزدیک به حکومت مثل رجا نیوز چنین نوشتند که این سرود پاسخی به استقبال دانش آموزا به ترانه های ساسی مثل آقامون جنتلمنه یا نرو سمیه است و اشاره داشتند که سلام فرمانده یه موج زودگذر نیست، اما ساسی مانکن زودگذر بود. بین فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی مردم در سبک زندگی شکاف عمیقی وجود داره و یکی از نمونه های بارز اون رواج ترانه های به اصطلاح خلاف شئونات اسلامیه که حکومت در طول چند دهه در کنترل یا مهار اون ناکام بوده. چنانکه در فراخوانی که خواننده ای مثل ساسی منتشر میکنه، صدها دختر و پسر در مقابل دوربین میرقصن، ترانه رو لبخونی و منتشر میکنن. اون چه در بستر جامعه ایران رخ داده مختص به جوانان و نوجوانان نیست و تصاویر منتشره برای ترانه برادران لیلا نشون میده که بچه ها به همراه والدینشون در چنین برنامه هایی همصدا میشن و حتی بدون توجه به معنا و محتوای ترانه بچه های خردسال هم حضور دارن. این در حالیه که متن و محتوای ترانه برادران لیلا تناسبی با این رده سنی نداره و در همه کشورها برای پخش چنین ترانه هایی محدودیت هایی برای زمان پخش در طول شبانه روز و رده های سنی قائل هستند. انتشار ترانه برادران لیلا با عکسی از ساسی همراهه که این خواننده لباس بازیگر فیلم کمدی دیکتاتور محصول سال 2012 رو برتن داره. فیلمی که طنز تلخی داره. با وجود پربازدید بودن ویدیوی جدید ساسی، واکنش ها به کلماتی که در این ترانه به کار رفت
هفته کم نیست. بیشترین انتقادات به انتشار تصاویر کودکان در دابسمش یا همون لبخانی ترانه است. تعدادی از طرفداران حکومت هم ترانه برادران لیلا رو یک کمپین ضد فرهنگی علیه حجاب و پوشش زنان میدونن. سایت تابناک، سایت خبری نزدیک به حکومت، در واکنش به انتشار این ویدیو اون رو در مسیر سیاست‌های ضد فرهنگی دونست و نوشته که در این موزیک ویدیو برنامه‌های کودک و نوجوان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و موضوعاتی مثل فرهنگ حجاب و عفاف مورد هتاکی خواننده لس‌آنجلسی قرار می‌گیره. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.